فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری 4 شماره آخرشون 7356 نوشتن که بر اثر فشار زندگی و لجبازی خانومشون با خانومشون دعواشون شده و در عصبانیت و در حالت عصبانیت به همسرشون گفتن که تو مانند مادرم و خواهرم هستی و من تو را نمیخواهم. این در حالی بود که در مورد زهار به اصطلاح اطلاعی نداشتم. حکم این جمله که یک شخصی مثلا به خانم خودش بگوید که تو مانند خواهر و مادر من هستید و قصدش قصد حرمت باشه، یعنی تحریم باشه، یعنی به این نیت و با این قصد به همسرش میگوید که تو خواهر و مادر من هستی، یعنی مثل خواهر و مادر یا یکی از محارم بر من حرام هستی. درست. و این حکمش حکم زهار هست، یکی اصطلاح فقهی هست که تعریف شده از در فقه اسلامی به معنی زهار. اما اگر کسی به خواهر و مادر به خانم خودش مثلا میگوید که تو مانند مادرم هستی، مثلا در احترام، در احترامی که من به تو قائل هستم یا اندازه مادرم تو رو دوست دارم، یا حتی مثلا گاهی وقت مثلا در سن مثلا باشه تو مانند مادرم هستی در سن، یا مانند خواهرم هستی در احترامی که برای من داره، در دوستی که باشون دارم، این زهار قرار نمیگیرد. فقط در صورتی زهار محسوم میشود که شوهری به خانومش میگوید تو در حرمت و حرام بودن مانند خواهر و مادر من هستی. همون گونه که ازدواج با خواهر و مادر یا عمه یا خاله حرام هست، تو همون صورت برای من حرام هستی. این حکم شرعی است. این هست که این در واقع زهار کرده. زهار از کلمه زهر گرفته شده، یعنی تشبیه همسر به یک به پشت یکی از در واقع محارم. زهر به معنی کمر هست و این اصطلاح فقهی و شرعی هست، یعنی تشبیه دادن همسر به یکی از محارم. و حکم شرعیش این است هر کسی که مرتکب چنین کاری شد، یعنی با نیتی که داشت نیتش تحریم بوده، به نیت تحریم و حرام کردن همسرش مثلا میگوید که تو مانند خواهر و مادر من هستی، حکمش این است که این انسان در واقع زهار کرده، یک چیز حکم شرعی هست، زهار انجام گرفته و باید کفاره بدهد. و تا زمانی که هم کفاره نداده، این زن و شوهر بر همدیگر حرام هستند. هر گونه ارتباط جنسی، حتی مقدمات همبستری برایشون حرام هست و نباید این موارد رو انجام بدن، مگر اینکه باید کفاره بدهند. و کفارش هم اساساً و در مرحله اول آزاد کردن یک برده هست، و در صورتی که برده وجود نداشته باشند، 2 ماه قمری پی در پی باید روزه بگیرد که به اصطلاح 58 روز یا 60 روز بشوند. 2 ماه پی در پی را باید روزه بگیرد قبل از این که این زن و شوهر با همدیگر همبستری بکنند. این همبستری به صورت کلی حرام هست. ابتدا باید کفاره بدهد، 2 ماه پدر پر رو باید روزه بگیرد. اگر واقعا بنابر دلایلی نمیتواند روزه بگیرد، مانند این که فرض بکنید که انسان کارگری هست و به هیچ عنوان نمیتواند که 2 ماه پشت سر هم رو روزه بگیرد، یا بیمار هست و توانایی روزه گرفتن رو ندارد، یا این که پیر هست و بازم توانایی روزه گرفتن رو ندارد، در این صورت حکم بعدی هست که 60 مسکین رو باید غذا بدهند و به هر مسکینی به اندازه 1.5 کیلو گندم یا جو یا خرما یا برنج و این موارد اقلام غذایی رو بدهن. این کفارش از تمام این موارد قبل از همبستری باید صورت بگیرد. بالفرض اگر تصور بکنیم که قبل از این که شوهر کفاری رو بدهد و رفت با همسرش نزدیکی کرد و مخاربتی انجام گرفت، این مخاربت حرامه، یک عمل حرامی رو انجام گرفته و باید از این عمل توبه بکنن. اما حکم دیگری مترتب نمیشه، یعنی یک کفاره جداگانی دوباره بر این عملش مترتب نمیشود. و اگر این همبستری فرض بکنیم در روز باشه، یعنی شوهر تصمیم گرفته کفاره بده، 2 ماه پشت سر هم روزه بگیرن، در یکی از این روزها با همسرش همبستری کرد، در این صورت کفاره قطع شده، یعنی اون کفاره روزهایی که قبلا روزه گرفته باطل هست، الان دوباره باید از سر نو 2 ماه دیگر رو روزه بگیرد. و فقهای احناف معتقد هستند که اگر در وسط در شبانه این کار انجام گرفت، اون کفاره کماکان ادامه داره و 2 ماهش رو کامل بکنه. منتها هر گونه عمل جنسی یا مقدمات همبستری در این مدت کفاره حرام هست و قبل از کفاره نباید چنین کاری صورت بگیرد.